سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور قسمت دوم از صحبتی رو که دفعه گذشته داشتیم در ارتباط با سیمای محمد اسلام و قرآن از دید غربی ها نویسندگان و رهبران غربی خدمتون عرضه می و شاید بد نباشه زمین تشکر دوباره از آقای شاید. بازگان که ما را همراهی میکنن ایشون یه مختصری از آنچه که صحبت کردیم بفرمایید که بعد من ادامه سوالات را خدمتون عرض کنم به نام خداوند جان آخرت با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند برای دومین بخش از بحثی رو که انبان کردن ارز کنم که جلسه گذشته بحثی درباره سیر تحول و تغییر نگاه غربیان به پیامبر اسلام به اسلام و به قرآن بود در سه دوره به اجمال بررسی کردیم دوران قرون وسطا تا قرن 18 هم که منتهی به رنسانس میشه دوران بیخبری در واقع مردم مغرب زمین از اسلام و قرآن بود که برحال چیزی ترجمه نشده بود خبری نداشتند و دوران برخورد نظامی امپراتوری عثمانی ترکای عثمانی هم با اروپا بود و طبیعتا در تضاد و تقابل نظامی و سیاسی بودند کسی انگیزه هم نداشت آزادی هم نبود دوران سلطه کلیسا بود و اجازه هم نداشتن که قرآن رو چاپ بکنن اولی کسی هم که قرآن رو حال خوند و نظریات رو مطرح کرد با وجود اینکه یه عالم بزرگ دینی بود او رو دادگاه تفتیش عقاید اعدام کردن سوزوندن در کتابهاش این دوره اول بود که نوع برخورد مردم مغرب زمین با, اسلام چگونه بود دوره دوم ارز کردم بعد از در واقع رونسانس که قدرت از کلیسا سلب میشه دستگاه تفتیش آقایی تعطیل میشه دوران استعمار و نفوذ در کشورهای اسلامی آغاز میشه از این به بعد یه برخورد سیاسیه ولی خب برای که بتونن نفوذ بکنن اداره بکنن باید میشناختن طبیعتا شرق شناسی در دستور قرار میگیره هنر و تاریخ ملت ها و از جمله دین و اعتقاداتشون در همه کشورهای استعمار زده این دوره دوم بود که به خاطر همین آشنا شدن با زبان عربی و قرآن آثار زیادی در غرب منتشر میشه دوره سوم توضیح دادیم که از نیمه دوم قرن بیستم آغاز میشه دوران تقریباً فروکش شدن استعمار و آغاز مبادلات فرهنگی گسترده تر شناخت و احترامات متقابل طبیعتا از اون موقع شتابی میگیره تیراژ کتابایی که درباره اسلام و قرآن و پیامبر منتشر میشه و نویسندگان متعددی جلسه گذشته به دو کتاب جدید یا بشه گفت دو نگاه جدید به اسلام اشاره کردیم یکی کتاب کردوشون هم مبرخ هستن پروفیسور های تاریخ در دانشگاه ها. یکی این کتاب محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires محمد و به عنوان در واقع پیامبر صلح در دوران کلش بین امپراتورها جنگ ها معرفی کرده و در سراسر کتاب در اثبات این مطلب که در تمام اون دوران برخورد امپراتوری ایران و روم پیام قرآن یا پیام محمد پیام صلح بوده در جهان این کتاب که استاد دان... تاریخ دانشگاه میشیگانه عمدتاً از زاویه سل و برخلاف اونچه که امروز تلقی میشه یا گفته میشه بسیارم آشنا به آیات قرآن بوده و اثبات میکنه که چگونه کاملا مغایر با عمل کرده بعضی از گروه های افراتی مسلمان و تلقی قرب از اسلامه کتاب دوم مال جان تالن فیسز محمد در واقع چهره محمد رو میگه این وسترن پرسپشن این تصور و دیدگاه غربیا از محمد از دوران قرون وسطا تا امروز رو بررسی میکنه و در واقع این کتاب حالا از یه زاویه دیگه است میگه در اون دوران انلایتمنت دوران روشنگری دوران رونسانس اروپا مدل و الگوی متفکرین اروپا محمد بوده و مقاله‌ای که نوشته همین هفته پیش منتشر شده تو این مقاله میگه حالا پیداش بکنم بله محمد قهرمان ضد روحانیون قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا ضد روحانیون منظور ضد سلطه کلیسا ارباب کلیسا و اون دوران قرون بستاره میگه که در اون دوران در واقع متفکرین استناد به قرآن میکردن برای زدیت با اون خرافات و تحجری که دستگاه کلیسای قرون بستا داشته و اینی که توحید رو یک کتاب پرستی رو تبدیل به خدای سگانه در دکترین در واقع تسلیس کرده بودن این دونه دونه اشاره میکنه متفکرینی که پدید آمدن این بحثا رو به تفصیل توضیح دادیم و بعد انتشار ترجمه قرآن رو در کشورهای مختلف بهش اشاره میکنه از فرانسه از انگلستان و نقشی که تو امریکا قرآن روی اندیشه تامس جفرسون پدر در واقع پایگزار امریکا داشته قرآن اون رو آشنایی او رو و تاثیراتش رو مطرح کردیم و بعد متفکرینی که در اروپا در مورد پیامبر یا قرآن یا اسلام به حال کتابایی نوشتن و دوران ناپل رو مطرح کرده که چطور سخت شیفته شخصیت محمد بوده ناپل اون و خودش در واقع محمد جدید مطرح میکرده و چگونه هم ولتر و هم گوته گوته در آلمان ولتر در فرانسه چگونه اون قهرمانی ها و فتوحات ناپلون رو به عنوان یکیشون میگه این محمد غربه اون که میگه محمد جهانه یعنی ناپلون هم در واقع میخواسته وقتی که جا بندازه خودش رو نشون میده که در اون دوران به محمد چگونه نگاه میکردن غربی های که اونا پوز در واقع مشابهتشون با اون شخصیت محمد میخواستن بدن اینا رو مطرح کردیم و بعد بحث شناخت شرق ها یا اسلام ها رو از فرانسه شروع کردیم لوی ماسینیون یا پروفسور هنری کوربن که اینا چه تلاش هایی کردن در جهت نشون دادن فرهنگ ایران و اسلام و قرآن و بعدم وارد قرآن شناسان آلمان شدیم پروفسور نولدکه و یکی دوتا بحث جلسه گذشته در این مقدماتی که یه طولانی شد گذشت این برای که حالا تو جریان بوده باشین دنباله این بحث رو تو این جلسه ادامه میدیم خیلی متشکر آقای بازرگان شما مفصل از آقای جورج سیل صحبت کردید در قسمت اول که ترجمه قرآن رو در جورج سیل انگلیسی در نیمه قرآن 18 هم انجام داد که اثرات مثبتی در سالهای دهه بعد از اون حتی داشته جز جورج سیل انگلیسی کسایی که در اروپا بودن قبل از اون که شما اشاره کردید میخوام ببینیم چه کسایی بودن که واقعا میشه هایلایت کرد این قابل توجه هست که آثار این را رو مطالعه کردن و یا احتمالا ترجمه کردنش بله جالبه که واقعا در کشورهای مختلف ببینه که اینایی که در این زمینه کار کردن شخص شناسا چه تفاوتایی با هم داشتن البته در سه گذشته مرز کردم ترجمه که جورسل در همون قرن 17 هم که بود بله 17 هم در اروپا منتشر کرد نقش بسیار گسترده ای داشت با اینکه ترجمه او ترجمه خیلی شسته رفته و روشنی نبود ولی تا همون مقدار برای آشنایی مردم اروپا بسیار مهم بود ولی بعد از اون شخصیتی که شاید بیشترین تأثیر رو داشته در مثلا این قرون اخیر منتگومری بات بوده فکر میکنم مسلمان ها از همه بیشتر او رو بشناسند مونت کومری با هم همین 2003 از دنیا رفت یعنی خیلی جدید بود این زبان عربی رو به خوبی خونده بود و بسیار مسلط بود اهل اسکاتلند بود استاد دانشگاه اسکاتلند بود و کتابای فوق‌العاده زیادی این نوشته یعنی اصلا تمام عمرش رو وقف شناخت و معرفی اسلام کرده من بعضی از آثارش رو خدمتتون رو نرز میکنم این 20 تا کتاب در زندگیش نوشته که نوزده تاش درباره اسلامه درباره محمد و اسلام زندگی نامه پیامبر اسلام در مکه این یکی کتابش یه جلدشه یه جلدش پیامبر اسلام در مدینه است محمد پیامبر و رهبر سیاسی این عناوین کتاب های دیگه شه یا یعنی نظریات سیاسی اسلام 19 تا کتابش هم توی ارکتم یکی شارجه مسیحیت تمام عمر یعنی از 1953 تا 1999 در طول این مدت راجبه اسلام مطالعه می کرده استاد زبان عربی و مطالعات اسلامی تو دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در واقع بوده بسیار آدم منصفی هم بوده مسیحی بوده ولی قابل احترام مسلمان های چه ایرانی چه عربی در کشور مختلف هست نقش او در به صلاح این قرن بیستم به نظرم مهمتری نقش بوده در مقایسه با بقیه شرق ها و اسلام شناس ها حالا من بخوام بارد دیگه جزئیات بشه هم شاید وقت اجازه نده ولی برحال به عنوان برجسته ترین توضیح دهنده اسلام و خیلی تاثیر عظیمی گذاشته در این فهم مثلا دنیای غرب نسبت به اسلام خیلی مجکه آقای بازگان در خود آمریکا البته اشاره کردیم به پروفسور خوان کول که اخیرا کتابی در این زمینه در عنوان محمد نشانه صلح عرضه کرده ببینیم چه تحقیقات دیگری شده و محیط در پنجاه سال گذشته با اینکه پیشرفت های سنتی خیلی زیادی در آمریکا شده در زمینه های به اصطلاح دینشناسی اینها در چه دوره الان هستن از اون سه دوره ای رو که شما گفتید میخوام ببینیم اینها الان دارن مقاومت میکنن در مقابل اسلام یا دارن تح... یا تحقیقاتی داره میشه که واقعا ترولی بفهمن و استفاده کنن ازش یا مجموعه اینا ممکنه باشه میخوام این در آمریکا اوضاع چطور هست در این زمینه بله خب هر دو جریان هست دیگه البته امریکا شاید مثلا زودتر بگه از 1935 مجسم ساز امریکای آدولف وینمن او در واقع در اون سوپریم کورت امریکا دادگاه عالی امریکای کتیبه ای رو اونجا قرار دادن دو سالن اصلیش که قانونگزارای مهم تاریخ رو در واقع اون تو نشون میده تو اون کتیبه هیچ تا هستن این برای اولین بار اونجا تو امریکا به صلاح در اون ردیف قانون گذاران حضرت محمد هم در واقع آمده در سالهای اخیر بیش از همه جای دنیا در امریکا این کتاب ها داره منتشر میشه خب طبیعیه همطور که برحال از همه جای دنیا به امریکا میان و یک مرکزی برای معارف مختلف شده از جمله راجع به اسلام شناسی هم کتاب ها خیلی هم عناوین متعددی در مورد اسلام اسلامی و قرآن چاپ میشه و همه نظر تیراژش یه برنامه قبلا فکر میکنم داشتیم یه دو سه سال پیش من یکی از اینا رو معرفی کرده بودم مایکل هارت کتابی نوشته به عنوان صد شخصیت تأثیر در تاریخ مایکل هارت خودش یه ساینتیسته مثلا آستروفیزیسته در واقع یهودی ضد اسلام هم هست مخالف با اسلام فعال هم هست که الان هم فعالیت هنوز هم زنده است در واقع با اینکه خب یک مخالف ولی یعنی مخالف دانشمندم هست ولی در این کتابش در صد شخصیت تأثیر گذار تاریخ نفر اول محمده نفر دوم نیوتونه البته منظورش کسانی که در تاریخ تأثیر گذاشتن او به عنوان موافق یا مخالف مطرح نمیکنه مثلا چنگیز هم هست نفر سوم ایساست حضرت ایسا خب میگه خیلی ها به من اعتراض کردن چون این تو امریکا چاپ شده که چرا حضرت ایسا رو تو سوم گذاشتی خیلی برخورده به کسانی او استدلال میکنه که من از نظر تأثیر بر تاریخ میخوام بگم میگه خب حضرت ایسا در جوانی از دنیا رفتن و مسیحیت در زمان خود ایشون که تاسیس نشد مسیحیت رو میگه حواریون در دوران بعد با فاصله زمانی بعدی پدید آوردن مکتبی هم تاسیس نشد در حالی که خب حضرت محمد توی جامعه آمد که متفرس بودن قرنها بوده هزارها بوده و تونست که بتپرستی رو تبدیل به یک نظام یکتاپرستی بکنه و تمام قبایلی که قرنها به خون هم تشنه بودن می بین اینها برادری و سر عوض شد اون جامعه یه پارچه به یک آرمان گراییدن و بعد در ظرف کمتر از پنجاه سال اینا به بزرگترین فتوحات رسیدن تا قلب اروپا هم رفتن ولی میگه البته میگه که به من بعضی ایراد میگیرن که خب چنگیزن فتوحاتش کمتر از فتوحات مسلمان ها نبود ولی میگه با این تفاوت چنگیز فقط با شمشیر رفت جلو و بعد که از دنیا رفت همه اینا موند بعد از او جانشینان چنگیز کاری نمیتونستن بکنن ولی در واقع این یک نظام مدیریت فراهم کرد یک مکتب گذاشت یک کتاب اخلاقی در واقع آورد و بعد در زمان خودش تأسیس کرد یعنی این فتوحاتی که شبه جزیره همه یک باچه شدن و نامه دعوت به رؤسای قدرت های زمانه در زمان خودش اینا رو نوشت مکتب همون موقع پاگذاری شد و آثارش هم تا امروز مونده از چنگیز میگه چیزی امروز نمونده ولی میگه چند میلیارد مسلمان وجود داره یعنی اون نه به عنوان یک طرفدار اسلام به عنوان بزرگترین تاثیرگذار گذار استدلالایی تا کتابم چندین بار تجدید چاپ شده به عنوان صد شخصیت تاثیرگذار تاریخ بعد از اونم که همینطور که جلسه گذاشتم اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم برحال کتاب های فراوان دیگه هم آمده که از جمله عرض کردم خود تامس جفرسون پدر در پایگذار امریکا اولین کسی بود که در واقع قرآن رو خونده بود خیلی سخت تد تاثیرم قرار گرفته بود و قرآنی که او از کتاب خونه کجا بود که تو میشیگان خریداری کرده و الان تو کتاب خونه کنگره هست و نمایندگانی که مسلمان هستن به اون قرآن او در واقع سوگن میخورن یعنی تاریخچه ورود این مطلب به امریکا اه. از زمان توماس جفرسون در واقع آغاز میشه خیلی متشکرم. آقای بازنگان ما صحبتی که کردیم تالا از شهرشناسانی صحبت شد اروپایی و آمریکایی در غرب مسلما شهرشناسانی هم بودند که از مشرق زمین هستن کسانی که مذهب هندو داشتند و یا بودایی بودند و یا خود مسلمانان ببینیم که این گروه از شناسان در مورد محمد چطور صحبت کردند چون اون گروه اولی که صحبت کردیم یه تعدادشون احتمالا ممکنه یهودی بودن مسیحی بودن و ممکن اصلا دینی هم نداشتن به عنوان یک محقق نگاه میکردن ببینیم این گروه افراد در شرق چطور این مسئله رو دیدن در طول زمان ها؟ بعد خب عمدتا تقابل با غرب و به خاطر حضور مسلمان ها در اون جنگ های صلیبی و اینها عمدتا تعلقات خاطر غربی ها متوجه اسلام بوده در مخالفت یا موافقت در مشرق زمین خب اصلا فرض کنید به گاندی میشه اشاره کرد گرچه گاندی به عنوان متفکر و فیلسوفی که صاحب کتاب و نظر باشه نیست اون به عنوان یک چهره عملی رهبر حزب کنگره هند شناخته شده ولی به حال چون آدم منصف و آدم اندیشمندی بود اظهار نظرهای زیادی هم او در باره اسلام و محمد کرده بود براخره توی هند بخشی مسلمون بودن من یه اشارات مطالب خیلی زیادی داره حتی راجع به امام حسین هم یک متن مفصلی داره خیلی تجلیل میکنه از اون مبارزه علیه ظلم امام حسین چون خود اونا هم در مقابل انگلیس بودن یه جا درباره محمد میگه کتاب هایی را که درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته شده است خواندم این کتب سخت مرا تحت تاثیر قرار دادند بعد حالا مفسره من میخوام وقت بگم میگه به این نتیجه رسیدم که گسترش سریع اسلام بیش از هر چیز به دلیل خصوصیاتی چون سادگی شاخص آن منطق تواضع عظیم پیامبرش احترام به عهد و پیمانهایش و اعتماد مطلق به خدا بود که او را اینچنین محبوب کرد بعد استنباط میکنه استدلالاش اینه که با زور شمشیر پیش نرفت اسلام چگونه منطقش در دنیای اون روز جا افتاد و آخر میگه در اسلام واسطه بین انسان و خدا وجود ندارد یعنی دین یکتا پرستیه میگه برخلاف مسیحیت که دستگاه کلیسا واسطه است اصل قرآن حالا بگذاریم جوام اسلامی هم خیلی منحرف شدن به این واسطه تراشی ها ولی او در واقع به این نکته اشاره کرده که خداپرستی خالص هست و بعد مسئله این که در اسلام نژادها و رنگ پوستان و اینا نیستن همه یکسانن یه متن مفصلی داره ولی به عنوان متفکر و فیلسوف مشرق زمین من بیش از همه با توشیهیکو ایزوتسو اون یک زبانشناس معروف ژاپنی بود که تخصصش زبانشناس بود اصولا ایشون استاد دانشگاه کیو بود در ژاپن که مدتی سرپرست و به هر محقق اون بخش اسلام شناسی دانشگاه مونترال کانادا بود از اونجا با یکی از استادان ایرانی آشنا شد پروفسور محقق و او دعوتش کرد به ایران تو اون انجمن حکمت و فلسفه ایران آمد دانشگاه تهران رفت زبان فارسی خوند در واقع دکتراش هم در زبان فارسی گرفت یعنی خیلی عجیبه کسی ژاپنی باشه او کتاب هم به زبان ژاپنی نوشته هم به زبان انگلیسی نوشته به زبان آلمانی نوشته فرانسه، روسی، عربی و فارسی خیلی عجیبه که آدم چطور میتونه به این زبانهای متعدد زنده زمانه اشراف داشته باشه من در بین هیچ شک از قرآن و یا اسلامشناسای غربی هیچ رو قابل مقایسه با توشیخ و ایزوتسو ندیدم این خیلی عمیقتر کار کرده این اولا یک شناخت عمیقی راجع به اشعار و ادبیات عرب قبل از اسلام رفته پیدا کرده اینا رو خونده که معانی ریشهی دقیق واژه ها رو بشناسه بعد من دو تا کتابش رو تو ایران خونده بودم یکی کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مفاهیم یعنی تمام واژه ها این کلمات قرآنی رو که در ارتباط با میدان معنی شناسی اخلاق در واقع اینا رو تماما ریشه یابی کرده که اصل و اساس این لغت چیه اعراب چگونه میفهمیدن این رو این کتاب دوبارم ترجمه شد تو ایرانه که آقای مرحوم آرام بود یکم بدرهی یکم کتاب انسان و خدا در قرآن یه کتاب هم بعدا بعدن که از ایران رفت نوشت به نام تصوف و تاویزم کتاب خیلی قطوری هم بود که فکر کنم اخیرا ترجمه شده من به برخی از کارهایی که ایشون کرده اجازه بدین اشاره بکنم اینم متاسفانه سالهای خیلی نزدیک از دنیا رفت ایشون در کانادا کتاب های ابن سینا رو تدریس میکرد ابن سینا و غزالی و ابن عربی کتاب فصوص الحکم کتاب بسیار معروف ابن عربی ابن عربی هم که شاید معروف ترین فیلسوف تاریخ اسلام هست که غربی ها خیلی خوب اون رو می‌شناسن. در همون مؤسسات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکیل کانادا اه در ایران که برگشت همون شعبه رو شعبه دانشگاه مکیل رو تو ایران تاسیس کرد عضو همین انجمن حکمت و فلسفه در ایران بود و از 1353 تا 57 یعنی در انقلاب آستان انقلاب در ایران بود انقلاب که شد همه چی شلوغ شد و ایشون هم حقوق بگیر اون انجمن حکمت و فلسفه بود اینا آسوپاس مونده بودن دیگه چیکار بکنن این که برگشت رفت ژاپن چند ماه بعد اتفاقا من چون خونده بودم آثارش رو دوتا از کتاباش رو یه نامه ای براش نوشتم من هیچ وقت ندیده بودم اون رو حالا جالبه که من یه فکر میکردم که او فارسی که لابد نمیدونه نمیدونستم که اصلا دکترهای زبان فارسی گرفته من یه نامه دست پا به انگلیسی نوشتم براش و آدرسش رو از یه کسی که سفیر ایران در ژاپن بود گرفتم و براش فرستادم بعد از یه نمیدونم دو سه هفته ای بود یه نامه خیلی خط نستعلیق فارسی خیلی سلیس از او دریافت کردم و این کتاب من رو او فرستاده بود که این کار جدیدم و فکر کرد که من این نامه رو نوشتم مثلا من حالا کسی هستم کاری هستم میخوام دعوتش بکنم برگرده ایران ولی انقدر با انقلاب زده شده بود و اینها نوشت که من اینجا سخت مشغولم و در دانشگاه کیو و قرار توکیو برم برحال اون دیگه به ایران متاسفانه بر نگشت. ولی آثار فوقلاده ای من بعضی هاش رو بذاریم براتون اشاره بکنم تو ایران ابن عربی رو میک... تدریس میکرد کتاب اشارات ابن سینا رو فلسفه چین رو کتابهای ملا صدرا رو اون به زبان ژاپنی ترجمه کرده خیلی عجیب این های انقدر سخت و مشکل. کتاب فیه مافیه مولوی رو او به ژاپنی ترجمه کرده و خودش هم تو ایران اینا رو تدریس میکرد در اسلام شناسی پنج تا کتاب بزرگ نوشته قرآن شناسی اسلام شناسی دو تاش که عرض کردم یکی اون مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن یکی هم این کتاب خدا انسان در قرآن که من خیلی از او آموختم خودم خیلی مدیون او میدونم چون یک زبان شناس بود خب خیلی فرق میکنه و خودم خودش همینجوری کتاب با یه رشته تخصصی دیگه میخونه تا اینکه یه نفر که به زبانهای زنده دنیا تسلط داده اصلا زبانشناس فرانسه و آلمانی و انگلیسی و عربی و فارسی بسیار عمیق و غنی قوی... در واقع یک نوع تحلیل های علمی ارائه داده بودن نظر مفاهیم کلمات بسیار کتاب آموزنده و زیر برای همه کسانی که میخوان این تحقیقات عمیق زبانشناسی تو قرآن بکنه اه آثاری که منتشر کرده ببخشید من اولی این کتابی که راجع اسلام شناسیه یکیشم مفهوم ایمان در کلام اسلامیه کتابایی که راجع به فیلسوفای ما داره یکی آثار ملاحادی سبزباری رو فیلسوف اسلامی رو اسلام ایرانی رو منتشر کرده کتاب میرداماد عین الغزات همدانی شاید از بهترین کتابایی که راجع به اون عارف و صوفی معروف این غزات همدانیست که کشته شد شم آجینش کردن از به صلاح همین توشیخ کس یعنی تنها فردیست اینطوری که از آن دارن همه چون هم چین رو میشناخت مکاتب فلسفی و مذهبی چین رو و هم ژاپن رو و هم با اسلام آشنا شده بود هم با یهودیت و مسیحیت از نادر افرادی بود که این جامعیت رو نسبت به مذاهب پیدا کرده بود خیلی از این فیلسوفای اروپایی بیشتر در سر ادیان ابراهیمی تخصص پیدا کرده مسیحی بوده حالا اسلام رو هم خونده ولی این تونسته با ودانتای شرق مذاهبی که در هند هست یعنی یک جامعیتی در نگاه به پیدا بکنه معتقده که در واقع همه اینا رو یک نوع وحدت وجود و اینکه یک قانون و نظام در جهان حاکمه اینا به حال مطالعه کردن این از ایران که برگشت به ژاپن خود ژاپنیا قبلا درستی نمیشناختن امپراتور ژاپن بزرگترین جایزه علمی ژاپن رو که سی سال بود به کسی نداده بودن به همین توشیکوکو داد که تمام تخصصش درباره اسلام و مثلا ادیان شرق بوده همه عمرش هم تدریس در ایران یا فرض کنین کانادا یا کشورهای دیگه بوده به حال یه نمونه از قرآن شناسا و اسلام شناسا شرقی خوبه اینا آشنایی با اینا قاعدتا آقای بازرگان ایشون بایستی تماسایی هم با دکتر شریعتی داشته باشه داشته احتمالا چون زمانهایی بوده که درست قبل از انقلاب بوده دکتر شریعتی هم بسیار فعال بود تو اون چند سال قبل از پنج و هفت. حالا بعدا میتونیم صحبت رو بکنیم مطالعه بکنیم قاعدتا اگه یه وزنی به این ترتیب بوده بایستی مگه اینکه دکتر شریعتی با این به اصطلاح مجموعه حکمت و فلسفه شاهنشاهی خیلی رابطه مثبتی نداشته در اون تماس ها اجرا نمیشه انجام نمیشه شریعتی بیشتر عاشق لوی ماسینیون فرانسوی برد. بود و پروفسور کوربن به خصوص ماسینیون چون شاگرد لوی ماسینیون هم بود شریعتی تو سوربن با او آشنا شده بود و کتاب سلمان برد. فارسی رو که شریعتی معرفی کرد خودش اصلا تعجب کرده بود که یه فرانسوی سه سال وقت گذشته در راجب سلمان فارسی بررسی کرده ولی من چون نزدیک بودم با شریعتی هیچ وقت نشینده بودم آه. که رو yes, شناخته باشه چون بیشتر رو فلسفه بود ش... شریعتی خب اون جنبه سیاسی و به صلاح چیز رو هم داشت شاید هم که میگن جز, جز انجمن انجومنه حکمت و فلسفه بود نمیدونم ولی من نشنیده بودم که شریعتی در نوشته هاش اشاره به توشیح کرده باشه خب آقای بازرگان جایی رو که در دنیا اشاره به شاد نکردی من بلوک شرق و روسیه سابق به اصطلاح شوروی سابق در زمانهای گذشته و به اصطلاح کشورهای بلوک شرق اینها آیا نمونه های وجود داشته که اینها هم اندیشمندان داشتن که علاقمند شده به تحقیق در این موارد از بلوک شرق والا من خیلی کم سراغ دارم البته این کتاب ایران و اسلام مال پتروشفسکی در روسی بود دیگه محقق روسی بود درباره البته اون بیشتر روابط مثلا ایران و اسلام اون تاریخ صحبت میکنه ولی به عنوان یک کسی که مثلا راجع به پیامبر اسلام زندگی او تحقیق کرده باشه یا راجع به قرآن یا راجع به اسلام ندیدم فقط اسم حالا اگه نبوده دلیلش چیه فکر میکنی شما ولی من فکر میکنم تفاوت به اروپای غربی با اروپای شرقی هم مسئله آزادیه خب نظام مارکسیزم لینینیزم روسیه شوروی سابق که حدود هفتاد سال خب اینا دوام برد خب مسیحیت رو هم مثلا قبول نداشتن و میگفتن همه اینا ساختگی بازی های بوجوازیه و اینا رو باید تعطیلشون کرد اینا در واقع وجودشون مخل ده ده منافع کارگراس انقلاب پرولتاریا باید انجام بشه یعنی اینا رو روشن روشنفکری غربی میدونستن طبیعتا خب همه مسلمان هم خیلی سخت تحت فشار در روسیه شوروی سابق قرار گرفتن و مسئیتم خیلیشون که کشیش ها تو زندان بودن کتاب های هم کتاب معروفی از کتاب زیرزمینی خدا مثلا شرح خاطرات یکی از این کشیش هاست که تو زندان بوده و فوقلاده خوندنیه که چه دورانی به صلاح باورمندان به مذاهب مونه که فعال بودن اینا رو جاسوس های قرب میدونستن جاسوس های امریکا میدونستن که در روسیه هستن طبیعتا من فکر کنم عامل اصلی عدم آزادیه وقتی که توی جامعه آزادی نباشه جرأت نمیکنه وقتی حاکمیت مخالف یه اندیشه یه فکری باشه اصلا اینا رو در راستای افکار خودش ندونه نیات و برنامه خودش خب میدونم نمیده خب در روسیه شوروی که همه میدونیم که روشنفکرانشون در چه روزگاری بودن در چه شرایطی بودن چند تاشون فرار کردن به غرب تا بتونن یادتونه که چقدر دانشمندانی بودن محققانی که قبول نداشتن به زندان افتادن اروپای شرقی هم همینطور اونجا دیگه بدتر از خود روسیه شوروی من چیزی نشنیدم ارز کردم به جز اون کتاب اسلام و ایران چیز با اینکه خب در رشته دیگه رشته علمی فضایی دانشگاه خیلی بزرگی شوروی سابق داشت الان هم همینطور در مورد آثار معماری در واقع اسلامی رو در شهرهای سمرقند و بخارا و تاشکند و اونا کتابایی که من هیچ جای دنیا ندیدم من چاپ شده های بزرگ شدیدم فوق کارهای کارای زیبا و ارزشی کرده تو معماری مثلا دوران اسلامی ولی من حداقل ندیدم من نمیدونم حالا چی بگم ولی از اون طرف ندیدم چیز جامعه و قابل ملاحظه ای شده باشه شاید ترجمه ای هم نشده به زبان روسی ممکن بره. از ترجمه باشه که در دسترس به اصطلاح استادان دانشگاه در بره. روسیه باشه به حال جای تحقیق داره که چرا بله مسلمانای بخ... هم اونم من ندیدم به متفکری البته این که من ندیدم هم دلیل نمیشه که نباشه ولی چون هفتاد سال اینا در محدودیت بودن در فشار بره. قرار داشتن قاعدتا امکان اینکه مؤسساتی باشه شکل بگیره تشکیلاتی به وجود بیاد تحقیقاتی بشه به قول یکی از بزرگان میگه که یک گل سرخ یک گل روز زیبا دلالت بر یک گلستان بوستانی طعم. میکنه یعنی توی یک کبیر ناگهان یک گل منتازی رویده نمیشه منم با اینکه که ایالت های مسلمان نشینه شوروی سابق آذر شدن من هنوز هیچی نشنیدم که توی اونای متفکری اسلام شناسی مثلا ظهور کرده باشن بله قاعدتا واسی در آذربایجان و تاجیکستان نگاه کرده ببینیم برده. این دو کشور در شهر لاقل در سطح ایران و جای دیگه تو محافل علمی مطرح نشده بله. خیلی متشکرم آقای بازرگان این صحبتایی رو که این جلسه و جلسه گذشته کردیم در ارتباط با تیف مختلف از اندیشمندان و محققین چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی و چه بودایی و غیره اینها مجموعی بود از به اصطلاح اکثرا مردها هستند که در این زمینه و چند نمونه مختصر اشاره کردیم به یک دوتا در برنامه اول دوتا دو تا خانم بودن که در این ارتباط صحبت کرده بودن ببینیم شاید یک کمی به تفصیل بتونیم در این مورد هم صحبتی بکنیم بله دیگه همه مردونه شد <applause> مرد سالاری نباشیم بله خب بله فرقی نداره تو دنیای قرب شاید کسی که هموطنان عزیز بهتر از بقیه بشناسن خانم کرن آرمسترانگ باشه نه. که هنوزم زنده از هفتاد و پنج سال است و ایشون خب یه خیلی معتقد بوده و احتمالا هم هست در واقع تو همین موسسات دینی کلیسایی بزرگ شده هفت سالم راهبه بوده انگلیسی هست ایشون خب کتاب زندگی محمدش از پرفروشترین کتاب های امریکا شد این کتاب بعد از اون قضایی سال 2001 حمله هوایی به اون دوتا برج دوقلوی امریکا که یه جو ضد اسلامی پدید آمده بود این کتاب رو بعد از اون منتشر کرد و خودش می نویسه برای اینکه به دنیای قرب نشون بدم که اسلام این نیست اینا در واقع هایجک کردن اینا اسلام رو بودن اینایی که خشونت رو دارن حال نشون میدن اسلام این نیست و زندگی محمد رو با اینکه خودش میگه خانم راهبه مسیحی بوده این کتاب رو خودش میگه من برای همین برای خونسا کردن این جبی که علیه اسلام پدید آمده برای نشون دادن این که اسلام واقعی پیامبر و قرآن ضد خشونت نبودن اونا نماد صلح بودن در واقع کتاب منتشر کرده و بعد از اونم کتاب های متعدد دیگه ای نقش خب خیلی مهمی تو زمان ما داشته ات تمام تلاشش فعلا یک نوع پیوند بین یهودیت و مسیحیت و اسلام میگه این شریعت های ابراهیمی اینا از یه اصل ناشی شدن و در دنیای امروز چرا باید اینا با هم در اختلاف باشن چون هر سه اینا رو در واقع خونده اینا رو میدونه یک کتاب راجب معرفی خداست اسم کتابش هستش تاریخچه ای از خدا این به سی زبان زنده دنیا ترجمه شده از کتابه پرفروشش در واقع یکی همون کتاب هستش در هر حال من زیاد متوقفه روی شخصیت نشم این خیلی شناخته شده است شنیدم این کتابه زندگی محمدش هم به فارسی هم ترجمه شده تو ایران حالا نمیدونم چقدر مورد استقبال قرار گرفته ولی واقعا مهمه که یک خانم راهبه انگلیسی بدونه که او چه دیدگاهی داره حال یکیش این خانم آرمسترانگ خانم دیگه که خب اونم فکر میکنم همه خوب بشناسن اینم شاید معروفترین مولوی شناس اروپا بود خانم آن ماری شیمل آلمانی در واقع این 2003 از دنیا رفت این در واقع از 19 سالگی دکتراش از دانشگاه برلین گرفته بوده در مورد مصر و دکترای دومش چند سال بعد یه دکترای دوم میگه راجع عشق عرفانی در اسلام جالبه که دانشگاه برلین دکترای خانم آلمانی در مورد عشق عرفانیه مدت به ترکیه میره چون مولوی هم در قونیه هست دیگه اونجا استاد دانشگاه آنکارا بوده در مولوی شناسی هر ساله به پاکستان هم میرفت چون عاشق اقبال لاهوری هم بود خیلی شیفته اشعار و فلسفه اقبال لاهوری بود چندین سفر به ایران کرده شهرهای ایران رو دیده سخنانی های زیادی کرده مدتی در هاروارد تدریس میکرد 1970 استاد مهمان دانشگاه هاروارد بوده هم در حوزه هندی فرهنگ هندی و هم در واقع اسلامی این تخصص داشت بعد از اینکه جریان سلمان رشدی هم مطرح میشه این یه جزوهی در نقد سلمان رشدی نوشته جالبه که به جای مسلمان ها او یک کتابی نوشت که چطور اون اشتباه داره میکنه اونچه که مدعی هست کاملا خلافه از آثاری که هست یک کتاب به نام نامهای اسلامی داره یک کتابش به نام مقدمه ای بر اسلامه کتابی درباره اندیشه های دینی اقبال لاهوری داره و از همه عجیبتر دعاهای صحیفه سجادیه رو اون ترجمه کرده به آلمانی و خودش به زبان عربی میخونده اون دعا یه مسیحیه ولی دعای سعیف سجادیه رو جالبه که او خیلی عاشق و شیفته بوده و از همه عجیبتر روی سنگ قبرش نمیدونم دیدین عکسش رو نه روی سنگ قبرش این سخن پیامبر رو نوشته درشت یعنی وسط سنگ قبر حتی اسم و مشخصیت خودش خیلی کچیکتره این سخن پیامبر اینه الناس نیامون مردم همه خوابن ازا ماتون وقتی مردن تازه بیدار میشن در واقع مثل این که آدم بگه که محسلین مدرسه در دوران تحصیل همه خوابن متوجه نیستن که بابا این عمر داره تلف میشه باید یه درسی خوند امتحانی هست سرنوشتی پشت سرش هم وقتی که آخر سال میاد مدرسه بسته میشه کارنامه رو میگیرن تازه بیدار میشن که چقدر غافل بودیم این به خط خیلی نسلی خط قشنگ عربی روی سنگ قبرش ان آسونیامون فایزا ماتو انتبه این اینم در واقع اینم معروف همه میشناسن خانم آن ماری شیمل یکی دیگر شاید کمتر باش آشنا باشید خانم لزلی هیزلتون این یهودی مقیم او هم هست در واقع البته دائما در سفر شاید کسی باور کنه که خب این تو اسرائیل اونجا پس زدیت با حتما اسلام و قرآن داره یه خانم خبرنگار که در نیویورک تایمز نیویورک ریویو نشریات خیلی معتبر امریکا یا ماهنامه ها ها مقاله می نویسه خودش من اولین بار توی برنامه تد دیدم اون رو یه سخندانی نیم ساعته که نحوه آشناییش با اسلام میگه من تصمیم گرفتم که راجع به قرآن اطلاعاتی کسب کنم سه روز یه ویکند رو با یه روز قبلش برنامه گذاشتم و تمام ترجمه ها و اظهار نظرها رو چیدم روی میز خونمون رو سه روز همه کارم تعطیل کردم راجع به این کتاب مطالعه کنم ولی هر چی جلو رفتم دیدم این مسئله خیلی عمیقتر از اینه الان یادم نیست اون برنامه تلویزیونیش تد گفت دو ماه یا سه ماه من فول تایم رو این کار کردم بعد به صورت جوک گفت پس من الان بهتون خبر بدم موشیده که دنبال هوری و این از تو این کتاب اونجوری نیست و اون خوشونتی که الان دارین میبینین احساس میکنید مطلقا تو این کتاب نیست و یه مصاحبه ای با یکی از این مجلات کرد حالا اسمش یادم نیست ده تا ویژگی از پیامبر اسلام معرفی کرد فقط یه جایی انتقاد داشت که من تعجب میکنم یه آدمی که انقدر نابغه انقدر العاده بوده بی نظیر بوده چرا در مورد یه چیزی کوتاهی کرده که امروز باعث اختلاف شیعه است چرا با تکلیف امت رو مشخص نکرده یه کسی رو تعیین نکرده تنها چیزی که او انتقاد داشت که بر من خیلی عجیبه که ایشون هم ناگهان هم از دنیا نرفتن مدتی فرصت بود چرا این کارو نکردن البته بخشی از مسلمان ها شیعان اعتراض کردن که چرا تعیین نکرده کرده ولی این سالم مطرحه که پیامبر اسلام که در طول مدت زندگیشون اون اموری که مربوط به مردم بود همه میدونن که با مشورت مردم عمل میکردن یعنی پیامبر دو نقش داشت یکی نقش به عنوان پیامبر ابلاغ کننده آیات خدا دوم به عنوان یه رهبر سیاسی در مورد نماز و روزه و احکام شرعی پیامبر با کسی مشورت نمیکرد کرد می گفت اینا به من الهام شده حالا خودتون میدونید یعنی اجباری در دین نبود می گفت لا اکراه دین ولی در امور مردم مربوط به مردم مشورت میکرد با یک روش دیگه ای به صورت دموکراتیک یعنی عملا پیامبری سکولار بود دین رو در حکومت دخالت نمیداد بین دیانت و دولت فصل جدایی قائل بود که این دوتا با هم یکی نیستن در اون مورد یه شیوه داشت ولی همه میدونن که چگونه در جنگ ها در صلح کارش روی شورا بود طبیعتا از اونجایی که پیامبر مسئله اداره امت رو واگذاشته شده و موکول به آراء مردم رضایت مردم یعنی حاکمیت ملت میدید طبیعی بود که یه چیزی رو شخصا گرچه تمایل پیامبر برای روشنه چنین چیزی رو جز به معمولیت شریعت خودش نمیدید اتفاقا از سخنان حضرت علی هم هست در نهج و براغه میفرمد پیامبر به من فرمود ابن نبی طالب لکه امتی ای پسر ابی طالب ولایت امت من شایسته توست یعنی تو بر این کار صلاحیت و شایستگی رو داری فعن ولو کفی آفیت و رضا اگر مردم با آفیت و سلامت و با رضایت به تو اقبال کردن و اجمع علیک کرد. اجماع کردن بپذیر ازشون اگر دیدی نه نه سراغت بر کنار باش که چیزی برگردن تو نیست یعنی اگه این خانم هیزلتون هم بررسی کرده بود صلاح به اصل و منشه اختلافات که برای نحج و براغه معتبرترین کتاب منتصب به حضرت علیه میفهمید که اینم هم اتفاقا از نقاط مهم شخصیتی پیامبر بود که در امور مردم گرچه خودش نظر دیگه هم داشت ولی نمیخواست دخالت کنه به شورای مردم سپر در واقع اونم حکیمانه بود اون کاری که انجام داد گرچه خب برجستگی ها و مثلا امتیازات حضرت علی قابل انکار برای کسی نیست ولی این فرق میکنه با اینکه آیا پیامبر میخواسته خودش تعیین بکنه یا در واقع توصیه میکرده به مردم و این رو حق مردم میدونسته که شما باید انتخاب کنید نظر یک پیام یا شخص فرق میکنه با اون حقی که برای تعیین قطعی داره اینم یه نکته است که از برحال شخصیت های تأثیر گذاره خود این خانم هیزلتون مذهبی هم نیست میگه من اگناستم اگناست این لاعدری در واقع میگه من یه تئولوژیست تصادفی هستم یعنی چون در اورشلیم زندگی میکنم دشمنی های یهودیت و مسیحیت و مسلمانو میبینم من کشیده شدم اشیده. به مطالعات راجب این شریعت های ابراهیمی <coughs> حالا این وسط من دیگه جا افتادم و یه شدم و همه <coughs> سراغ من میان و با من در واقع مصاحبه میکنم ارز کردم که کتاب یک زندگی نامه پیامبرم او نوشته که ده. اونم خیلی جالبه با اینکه که یهودیه و در اسرائیلم هست او شلیم ولی انقدر تجلیل میکنه که کمتر آدم میبینه مسلمانی ده. اینطور سخن گفته باشه حال چون گفتین از خانم های این نمونه است که قطعا بیش از اینام بوده و بعد از این فکر میکنم خیلی هم بیشتر خواهد شد چون ارتباط ها گسترده تره در عالم اینترنت و نمیدونم شناخت اه. ملت ها با هم دیگه طبیعتا روز به روز شاهد نگاه تازه و جدیدی به اسلام و پیامبر اسلام رو به حال این مجموعه از دید غربیا خواهیم بود خیلی متشکر آقای بازرگان بحث خوبی بود تشکر میکنیم شاید در چیزی که من خودم فکر میکنم جا داره کار بشه روش اینه که یه ریویو پیپر بله. یه مقاله ای که بیاد معمولاً چیزای دانشگاهی میتونن خوب این رو به عمل بیارن که رفرنس بده خلاصه ای از هر کدوم و از این شخصیت ها رو بنویسه و رفرنس کتاب هایی رو که دادن بله به نظر من خیلی مفید میتونه باشه برای جامعه اسلامی در تمام دنیا که بله بله بله. یک همچین کارهایی شده در این بله. فاصله ها بله من فکر کنم جا داره وقت کسی داشته باشه بتونه این کارا رو انجام ما متاسفانه فرهنگ ما ما ایرانی‌ها فرهنگ مشتر فرهنگ شفاهیه بهم. خیلی اهل کتاب خوندن نیستیم اظهار نظرهایی هم که حالا چه موافقین چه مخالفین اسلام میکنن یه مقداری ناشی از جریانات سیاسی است یعنی یه مقداری ترکش خورده از رفتارهایی به نام دین در این چل ساله هستن برخی از همبتانانی که مخالف هستن بدون اینکه خودشون حتی چهار تا هم خونده باشن فهمیده باشن بعضی ها از این نوشته هایی که به صورت خاص توسط گروه های راست ضد اسلامی تهیه شده میخونن و همونو در مترجم همون حرف هستن ولی ای کاش اگر در واقع در جامعه ما هم بودن بیشتر کسانی که مطالعات عمیق میکردن اگر هم میخوان مخالفت بکنن بخونن لاغل شناخته باشن بهم. ولی فقط شعاری صحبت کردن بهم. و یه مقداری زدیت های سیاسی رو مداخله دادن اینا ما جای جایی نمیبره حداقل این درسی است که ما میتونیم از کسان دیگه بگیریم متفکرینی که حتی در اورشلیم در فلسطین هم هستن ولی کتاب منصفانه کم نظیری راجع به پیامبر اسلام می نویسه خب این خیلی قابل احترام که آدم می بینه که یک مخالف یا کسی مثل مایکل هارت که دشمن اسلام هم ضد اسلامه ولی محمد و تأثیر گذارترین شخصیت تاریخی اون معرفی میکنه اینا خب اعتبارش خب خیلی بیشتره حداقل حالا فرصت مطالعه با این گرفتایی های اقتصادی و اینا شاید برای همه فراهم نباشه حال حداقل یه نهزت ترجمه ای اگر شکل بگیره تو ایران حالا چه کتابایی در این مورد که بحث ما بود یا کتاب های دیگه یعنی حیفه که این معارفی که در زمینه‌های های مختلف انسان شناسی بعدیان در دنیای قرب منتشر میشه یا حتی از کردم جاپون یا دیگه آه. حیفه که مردم ما بهره من نشن حالا خلاصه شو اینطور که شما میفرمایید اگر اصل کتابم گرون در میاد با این خلاصه کتاب بله حالا ما در این جلسه در حد فقط نام بردن و چاپ کلمه بسیار خوب بود یعنی تک تک شروع اینا. خوبی است آقای بازرگان بله. یعنی امیدواریم بتونه ادامه پیدا بکن خیلی متشکریم از سهر. شما آقای بازرگان از وقتتون و شما بینندگان عزیز متشکر که ساعتی رو با ما بودید امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته و امید دیدار شما رو داریم خدا نگهدار روز روزگارتون خوش خدا نگهدار